سلام امیدوارم که حالتون عالی باشه تو این جلسه میخوایم در مورد مفهوم ریسپانسیو با هم صحبت کنیم ریسپانسیو چیه و چرا ما باید وبسایت هایی که طراحی میکنیم ریسپانسیو باشن ریسپانسیو یا همون واکنشگرها به این معنیه که ما اگر وبسایتی میخوایم طراحی بکنیم و یا وبسایتی داریم برای دیوایس های مختلف نمایش درستی داشته باشه دیوایس یعنی چی دیوایس یعنی دستگاه مثل موبایل مثل تبلت مثل تلویزیون مثل لپتاپ و اینکه ما اگر وبسایتمون ریسپانسیو نباشه وقتی که با حالا دیوایس موبایل وارد اون وبسایت بشیم یک متنای به هم ریخته و صفحات به هم ریخته ای میبین. اما اگر وبسایتمون ریسپانسیو باشه برای تمام دیوایس ها ما یک نمایش درست خواهیم دید به عنوان مثال توی این عکس ببینید توی نسخه تلویزیون و توی نسخه لپتاپ منوی سمت راست و این نوشته سمت چپ در کنار هم هستن اما توی دیوایس موبایل منو به تنهایی بالای صفحه قرار گرفته و اون نوشته ها و حالا اون بنر اومده پایین تر و این الان یک نمایش درسته و این یک وبسایت ریسپانسیو. چون اگر قرار بود که با موبایل این طرح لپتاپ رو باز کنیم که اصلا جا نمیشد و نمایش درستی نداشت بذارید با هم این مثال ببینیم اینجا سایت w 3 schools و یک وبسایت ریسپانسیو میخوایم با همون رو تست بکنیم کلیک راست میکنیم و گزینه اینسپکت رو میزنیم و اینجا ما حالا میتونیم دیوایس های مختلفی رو انتخاب کنیم اینجا که الان بیایم تمام حالا دیوایس هایی که ما بتونیم انتخاب بکنیم رو اینجا می‌بینیم حتی میتونیم خودمون بیایم و یه دیوایس کاستوم یا اختصاصی بسازیم میذاریم رو حالت ریسپانسیو این عرض صفحه است عرض صفحه الان 1000 پیکسله می‌بینید وقتی که اینجا به عنوان مثال این کوچیک‌تر بشه این می‌بینید این آیکونا حذف میشن و برای اینکه نمایش درستی داشته باشه توی سایز کوچیک‌تر باید یه سری چیزا حذف بشن یه سری چیزا بیان زیرش تست میکنیم توی نسخه لپتاپ من این رو میذارم روی 1000 حالا ارزش پیکسل ارزش 1200 پیکسل می‌بینید که اینا الان اومدن و بغل هم قرار گرفتن اگر من حالا بیام و بذارمش روی یک دیوایس موبایل حالا میذارم روی آیفون 12 میبینیم که این اون قسمت سمت راست دیگه حذف شده و اینها الان میبینیم حذف میشن به خاطر اینکه فضا کمه و حالا میان و زیر هم قرار میگیرن یه بار دیگه این دوباره اضافه شد و حالا ما اگر کم و زیاد بکنیم این رو اینجا میبینید که تو این سایز هزار پیکسل این حذف میشه حالا یه وبسایت ببینیم این وبسایت مشرق نیوز من اگر اینجا یه اینسپکت بگیرم دوباره و بذارم روی آیفون 12 اینجا میبینید که این متن درست نمایش داده نمیشه عکس هم نصفش زده بیرون و این وبسایت مثلا ریسپانسیو هست اما مشکل داره توی ریسپانسیوش میبینید که اینا همه کاملا درسته اما اون قسمتش مشکل داره و بچه ها ریسپانسیف خیلی مهمه حالا یکی از دلایلی که مهمه اینه که کاربران زیادی امروزه با موبایل وارد میشن و وبسایتی که ما باید طراحی کنیم باید حتما برای کاربران موبایل باشه از اون طرف هم خب درصد خیلی زیادی با حالا کامپیوتر یا لپتاپ یا دیوایس هایی که ارز زیادی دارن مثلا لپتاپ یا تلویزیون ارز شون زیاده با اون دیوایس ها وارد میشن و باید وبسایت اون طوری باشه که اونها هم جوابگو باشه در مجموع بیشتر کاربران با موبایل و حالا لپتاپ و سیستم های شخصی وارد میشن بیشتر از فکر می کنم 95 96 درصد با موبایل و حالا لپتاپ وارد میشن مثلا کمتر از 4 5 درصد از کاربران با تبلت و تلویزیون و اینجور دیوایس ها وارد میشن برای همین خیلی مهمه که حداقل ما بتونیم توی موبایل و توی لپتاپ نمایش درستی داشته باشه وبسایت. موضوعی که هست توی بحث سو هم خیلی تاثیر داره. در مورد سو ما توضیح دادیم گفتیم که وقتی که ما توی گوگل یا حالا موتور جستجوی دیگه سرچ میکنیم وبسایت ها رتبه بندی دارن. یعنی یه وبسایت توی صفحه اول گوگل نمایش داده میشه یه وبسایت صفحه پنجم برای اینکه ما وبسایتمون توی صفحه اول گوگل باشه و جز نتایج اول باشه باید سئو خوبی داشته باشه اینکه وبسایت ما ریسپانسیو باشه تاثیر بسیار زیادی داره روی نمره‌ای که ما کسب میکنیم برای سئو و اینکه کلا اصطلاحاً میگن که وبسایتمون باید موبایل فرندلی هم باشه و باید با موبایل سازگار باشه این مفهوم رو من اینجا توی HTML بهتون آموزش دادم چون قرار ما از این مفهوم استفاده کنیم و حالا اسمش رو ممکنه بشنوید گفتم که یک جلسه جداگانه ضبط کنم برای ریسپانسیو تا از این به بعد وقتی اسم ریسپانسیو رو شنیدید کاملا متوجه بشید ریسپانسیو یا واکنش کرد